مرا بر قوم موسی تا که من این یهودان و نصاران را بسازم با خبر بار الله من به این امت بگفتم عبد تو پیغمبرم حرف و پیغامت رساندم و از محمد هم خبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خوش آمدید به برنامه دیگری از قرآن کریم و کتاب مقدس مسیحیان. امروز روز یک شنبه به طور زنده در خدمت شما خواهران و برادران مسلمان در تلویزیون اسلامی و مردمی ایمان هستیم و انشاءالله فردا هم اولین روز ماه مبارک رمضان خواهد بود. از همین الان من به همه مسلمان ها این روز را تبریک عرض می کنم و انشاءالله که همه با صحت و سلامتی به این روز مهمانی خداوند متعال وارد شویم و بتوانیم طاعات و عبادات خود را در این ماه عزیز همه به صورت نیکو انجام بدهیم. خدمت شما ایزان ارز کنم که اونهایی که برای اولین بار برنامه ما را میبینید، مقایسه ایست بین قرآن کریم و کتاب مقدس مسیحیان. ما همون جور که بارها و بارها سالها و سالها خدمت شما ایزان گفتم، قصد ما خدای نکرده توهین به مقدسات کسی نیست. ما تمام پیامبران خدا را میپذیریم و به آنها احترام میگذاریم، همونطوری که قرآن کریم میخواهد و میگوید. خدمت شما ارز کنم که برای اینکه حسن ختامی باشد برای برنامه امروز، اجازه بدهید برم این به قرآن کریم و در سوره مبارکه بقره آیه 143، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و کذالک جعلناکم امتا وسطا. ما میبینیم که خیلی جالب است که در قرآن کریم در بزرگترین سوره آن که سوره بقره میباشد، درست در وسط آیه ها، یعنی 286 آیه که در آن است، در 143 خداوند این را میگوید که دین اسلام دین وسط است. حالا من این برای شما فارسیش هم کاملا میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، و ما همچنان شما را به آیین اسلام هدایت کردیم و نیز بیاراستیم به اخلاق معتدل و سیرت نیکو تا نیکی و درستی را سایر ملل عالم از شما بیاموزند، چنانچه پیغمبری را گواه شما کردیم تا شما از وی بیاموزید، و ای پیغمبر ما قبله‌ای که بر آن بودی نگردانیدیم مگر برای اینکه بیازماییم و جدا سازیم گروهی را که از پیغمبر خدا پیروی کنند از آنان که به مخالفت او برخیزند، و این تغییر قبله بسی گران بود جز در نظر هدایت یافتگان به خدا، و خداوند اجر پایداری شما را در راه ایمان تباه نگرداند که خدا به خلق مشفق و مهربان است. پس ما میبینیم که در این سوره مبارکه خدمت شما عرض کنم بقره در آیه 143 خداوند متعال میگه ما این قبله را عوض کردیم برای اینکه بیازماییم. ما میبینیم که چقدر و چقدر کسانی هستند که میآیند و میگویند که فرق نمی کند به هر طرف شما نماز بخوانید به طرف خداست، خدمت شما عرض کنم که یهود و نصارا و مجوس و مسلمان فرقی ندارند. ما میبینیم که قرآن به صورت بسیار واضح در آیات محکم خود میگوید که این قبله، قبله مسلمانان تغییر پیدا کرد برای که خدا آزمایش کند که ببیند که جدا کند کسانی که واقعا پیرو پیامبر خدا هستند و کسانی که با او مخالفت میکنند. این تغییر قبله بسی در نظر هدایت یافتگان به خدا مهم است. این خیلی مسئله مهمیه. برای همین است که وقتی که انسان قرآن را میخواند باید تدبر و تعقل کند. این در خود کتاب آمده است. موضوع دیگری که میخواییم برای خدمت شما عزیزان امروز بحث کنیم، بحثی بود که در دو جلسه گذشته صحبت آن بود، و آن این که حضرت عیسی علیه السلام نعوذ بالله خدا نبود و هیچ وقت ایشان ادعای خدایی نکرد و همچنین نگفت مرا پرستش کنین. بارها ما به شما گفتیم که در تمام کتابهای اناجیل مختلفی که 5500 نسخه آن وجود دارد، هیچ وقت ادعایی از طرف حضرت عیسی علیه السلام برای اینکه او خداست یا او را پرستش کنید نیست. و حتی ما میبینیم که همونجوری که داستانهای عجیب و غریبی هم که در اناجیل آمده که
خدمت شما عرض کنم حواریون را پرستش میکردن، چنین چیزی وجود نداره. همه فقط خدا را پرستش میکردن. یکی دیگه از این مسائلی که خود همین اناجیل به ثبوت میرسونه، با اینکه بسیاری از این نوشته ها دست خوردن، ولی هنوز چیزهایی هستن که حقانیت رو همیشه بازگو میکنه. ما اینو به شما بارها هم گفتیم، تمام کتاب مقدس تحریف نشده، بلکه بسیاری از چپترها بابهای آن مورد تحریف واقع شده و ضد نقیزهای فراوانی در اون وجود داره. ولی جالب است که اگر ما به انجیل مرقس برویم، در یا مارک، میبینیم که وقتی که حضرت عیسی علیه السلام دستگیر میشه به گفته کتاب و آنها رو، حضرت عیسی رو میارن و میبرن پیش کاهنان اعظم و اونا شورای تشکیل میدن، ما میبینیم که داستانهای فراوانی است که حضرت عیسی ازش سوال میکنن که هستی؟ به گفته بعضی از این من پسر خدا هستم، من رسول خدا هستم، و گاهی اوقات هم ساکت میمونه. ولی جالب این که این داستانی رو که پولس میگوید و حضرت عیسی رو بردن و به خاطر این که ادعای خدایی کرد او را به صلیب کشیدن، حتی در این مرقس این رو ثابت میکنه که جرمی رو که حضرت عیسی علیه السلام داشت این نبود که ادعای خدایی کرده بود یا حتی پسر خدایی. خیلی جالب، من براتون شما میخونم. اگر ما بریم به 14 مرقس، 14 مارک 14، در ورس 55 توجه کنید: در داخل خانه کاهنان اعظم و اعضای شورای عالی یهود سعی می کردند که علیه عیسی مدرکی به دست آورند تا حکم اعدامش را صادر کنند، ولی نتوانستند. خب این دیگه خیلی چیز مشخصی است. ببینید، اگر این حضرت عیسی علیه السلام در همان دمی که یوحنا ادعا میکند یا نوشته های دیگری که حضرت عیسی گفت بله من هستم، همون خدا هستم، تو گفتی که هستم، خب اگر این واقعا این را گفته بود، دیگه برای کاهنان اعظم و شورای اعضای اونجا دیگه سوالی پیش نمی اومد. ولی خیلی جالبه که میگه که سعی میکردن علیه عیسی مدرکی به دست آورند که اون را به حکم اعدامش رو صادر کنن، ولی نتوانستن، چون حضرت عیسی علیه السلام پس مشخص است که هیچ وقت ادعای خدایی نکرد. جالب است که در 56 میگوید چند نفر نیز شهادت دروغ دادن. ببینیم حالا شهادت چی بود؟ همون حرفی که پولس میزنه که چنین حرفی هست، ولی میگه اینا به دروغ این شهادت رو دادن، یعنی هم چیزی وجود نداره. چی بود؟ چند نفر نیز شهادت دروغ دادن ولی گفته هایشان با هم یکسان نبود. 57 و 58 سرانجام بعضی برخواسته به دروغ گفتند. به دروغ گفتند: ما شنیدیم که می گفت من این خانه خدا را که با دست انسان ساخته شده است خراب می کنم و بدون کمک دست انسان در عرض 3 روز عبادتگاهی دیگر می سازم. ولی این تهمت نیز به جایی نرسید. یعنی میگن این تهمته، در صورتی که ما بینیم خود مسیحیان امروز یا در حقیقت پولوسیان امروز بر این هستن که حضرت عیسی علیه السلام این حرف را زده که من خانه خدا را خراب میکنم و خانه جدید میسازم در 3 روز، و ادعاشون هم اینه که میگن همون 3 روزی که حضرت عیسی علیه السلام کشته شد و زنده شد، چه شد؟ این خانه خود، یعنی خود بدن خودش ساخت شد خانه خدا. در صورتی که ما میبینیم خود کتاب، خود مرقس میگه این تهمتی بیش نبود که این عده این حرف را زدن. پس اگرم از طرف پولس داده شده یا از طرف کسان دیگر، اینو ببینیم که خود کتاب اینو تکذیب میکنه که چنین حرفی رو حضرت عیسی علیه السلام نزده. ما شنیدیم که میگفت من این خانه خدا را که با دست انسان ساخته شده از خراب میکنم و بدون کمک دست انسان در عرض 3 روز عبادتگاهی دیگر میسازم، و این تهمتی نیز بیش نبود. خب بس ما میبینیم که اینایی که ادعا میکنن، این پولوسیان، که بله این بعد از 3 روز این خانه که ساخته شد خود حضرت عیسی علیه السلام بود، یعنی خود حضرت عیسی علیه السلام نعوذ بالله خداست، ولی میبینیم که این هم تهمت بود، چون چنین چیزی رو حضرت عیسی نگفته بود. برای همین نمیتوانستن کاهنای اعظم علیه او جرمی پیدا کنن که بتونن اون رو اعدام کنن. ما میبینیم که داستانم میگن که بردنش بیشه
رومی ها و رومی ها تصمیم بگیرن که چه میخوان به سر حضرت عیسی علیه السلام بیارن، چون حضرت عیسی ادعایی نکرده بود، ادعا نکرده بود که خداست. برای همین بردن پیش روم، پیش سردار رومی، و اون هم سردار رومی هی میخواست به یهودیان اون زمان برسونه که این شخص گناهی نداره، چرا میخواید اون را شما اعدام کنید. و ما میبینیم که اون ماجرای صلیب و باراباس و اون زندانی که در آن زمان بود، اون مسائلی که باز مسائل جداست، ولی بالاخره رومی ها به قول گفته این کتاب بر این شدن که حضرت عیسی علیه السلام را به صلیب بکشن، که ما میبینیم قرآن کریم به صورت واضح این رو رد میکنه که در سوره مبارکه نساء، قبلا ما خدمت شما عزیزان بارها و بارها هم گفتیم، در آیه 157 و 158 خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که نه او را به قتل رساندن نه به صلیب کشیدن. بعد که در مزامیر داوود هم در هفته گذشته خدمت شما عرض کردیم، آنجا هم حضرت داوود همین ادعا را میکند که خداوند دست خود را از آسمان دراز کرد و مسیح پادشاه برگزیده خود را نجات داد. پس میبینیم که تمام شواهد و اسنادی که به دست میآید، هیچ وقت حضرت عیسی علیه السلام ادعای این را نکرده بود که نعوذ بالله خداست یا او را پرستش کنیم. جالب است که چون در همین جا هستیم، ضد نقیضی که در تمام این اناجیل آمده که یک انجیل دیگری را گفتش و اصلا نه تنها قبول نمی کند بلکه رد می کند، ضد نقیض برای همین است. جالب است که من به شما بگم، ما می بینیم که در 15 همین مرقس یا مارک می گوید در 15:27 دو دزد را نیز در همان وقت در دو طرف او به صلیب کشیدند، دو دزد را. به این ترتیب پیشگویی کتاب آسمانی به انجام رسید که می فرماید او جزو بدکاران محسوب خواهد شد. خب ببینید الان یک تهمتی هم به حضرت عیسی علیه السلام میزنن، حالا با اینجاش ما کاری نداریم. ولی جالب است که اگر پایین تر برویم در ورس 32 میگوید حتی آن دو دزد نیز در حال مرگ او را ناسزا میگفتند. خب این در مرقس هست در 15:32 میگه حتی آن دو تا دزد نیز در حال مرگ او را ناسزا میگفتند. خب اگر هر دوی این دزدها ناسزا میگفتن و مارک هم اینو میگه، چرا ما میریم توی لوک و یک دفعه لوک نظر رو عوض میکنه، داستان رو عوض میکنه؟ حالا ببینیم اینجا در اینجا چی میگه. میگه که یکی از آن دو، این در لوک هست، من اینکه اونا که آدرسشو میخواین، یا لوقا 23 و خدمت شما عرض کنم 39، در چپتر 23 ورس 39، یکی از آن دو جنایتکار که در کنار عیسی مصلوب شده بود. اونجا ما دیدیم که هر دو تا دوز میگه ناسزا میگفتن، اینجا میگه یکی از آن دو جنایتکار که در کنار عیسی مصلوب شده بود به طعنه به او گفت اگر تو مسیح هستی چرا خودت و ما را نجات نمیدهی؟ اما آن دیگری او را سرزنش کرد و گفت، یعنی یکی از این دوزها داشت حضرت عیسی رو مسخره میکرد، دومین دزد داشت از حضرت عیسی دفاع میکرد و چه گفت؟ حتی در حال مرگ هم از خدا نمیترسی؟ ما اگر بمیریم حقمان هست چون گناهکاریم، اما از این شخص یک خطا هم سر نزده است. سپس رو به عیسی کرد و گفت ای عیسی، وقتی تو ملکوت خود را آغاز کردی مرا هم به یاد آورد. عیسی جواب داد خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی. خب این چه ضد نقیض بزرگی است. مرقس یا مارک میگوید که آن دو دزد هر دو به اون ناسزا میگفتند. لوقا در 23:43 میگه که حضرت عیسی به یکی از اونها گفت که امروز در بهشت تو با من هست. خب این اگر هر دو تا دزد ناسزا میگفتند، اگر اینها اناجیلی است که همه به گفته شما خواهران و برادران پولوسی من حقیقت دارد و جز کلام خدا نیست، چطور به این چیز به این واضحی در آن هست که یکی از دزدان طرفدار حضرت عیسی بود در خدمت شما عرض کنم لوقا یا لوک، ولی در مرقس یا مارک هر دوی آنها به حضرت عیسی ناسزا میگفتند؟ این هاست که این کتاب را بر این می‌دارد که هیچ صحت ندارد.
گفته های این کتاب نوشته خدایی نیست. این کتاب صلاحیت ندارد که نوشته های آن کلام خدایی باشد. البته تورات و انجیل صحیحی که به دست حضرت موسی علیه السلام و به حضرت عیسی علیه السلام رسید، اینهایی نیست که امروزه در دست من و شما هست. ما اینو بارها بارها به شما گفتیم. در هر صورت موضوع امروز ما مجدداً بر این است که آیا حضرت عیسی علیه السلام خدا بود؟ آیا ادعای خدایی کرد؟ آیا گفت مرا پرستش کنید؟ و این ضد و نقیض هایی که در این کتاب آمده است به چه خاطر است؟ آیا کسانی که این کتاب ها را نوشته اند صلاحیت دارند که نام این کتاب ها را اناجیل بگذارند؟ یا اینها طرز فکرهایی است، گفته هایی است که هر کسی آمد و به قول معروف کتاب دفتر خاطراتی را باز کرد و نوشته هایی به آن اضافه کرد، حتی نگاه نکرد که ببیند این شخصی که قبل از او یا بعد از او این نوشته ها را نوشته است، اینها چرا با هم مغایرت پیدا می کند؟ چرا اینها خدمت شما عرض کنم که هیچ گونه سازشی با هم ندارد؟ ما بارها بارها به شما عزیزان گفتیم که فراوان 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 از اینها در کتاب به اصطلاح مقدس می بینیم. ما امروز همونجور که می دانید برنامه را یه مقداری زودتر آغاز کردیم و خاطر این است که من می خواهم تمام کسانی که علاقه به این برنامه دارید، آنهایی که دلتون میخواد سوالاتی بکنید، آنهایی که نظرهایی دارید و آنهایی که انتقاداتی دارید حتی راجع به این کتاب یا نعوذ بالله به قرآن کریم، ما اینجا در خدمت شما هستیم و سوالات شما را میشنویم و نظرات شما را قدر میگذاریم، حتی انتقاداتی که کمک کند به این برنامه. ولی همینجور که میدونید الان خطوط من باز هست و آماده هستید، اگر خواستید میتوانید تلفن کنید شروع کنید. ولی همونجور که من بارها بارها خدمت شما عزیزان خواهران و برادران عزیز گفتم، از هر فرقه‌ای هستید، از هر کجا هستید، مسیحی هستید، کلیمی هستید، بیدین هستید، همیشه از روی مدرک صحبت کنید، از روی هوا چیزی را نگویید، یا از قرآن کریم برای ما کد دهید یا از کتاب به اصطلاح مقدس. اگر شما عیسوی هستید به قول خود، چرا اول از کتاب خود دفاع نمی کنید؟ این برای من خیلی جالب است. شما میایید خورده میگیرید به قرآن ولی از کتاب خود دفاع نمی کنید. این داستان های عجیب و غریبی که در این کتاب ها آمده است آیا شما را رنج نمی دهد؟ آیا برای شما سوال انگیز نیست؟ آیا فکر این را نمی کنید که این داستان ها به چه صورت اینجا آمده؟ چطور این همه ضد و نقیض در این کتاب ها هست؟ چطور این همه تحریفات مختلف در این کتاب هست؟ چطور حتی نویسنده این کتب مشخص نیستن؟ چرا این به زبان حضرت عیسی نبوده این خدمت شما عرض کنم انجیل؟ و اگر هست کجاست؟ چرا ما نمیبینیم؟ خدمت شما عرض کنم که فکر کنم که ما اگر فکر کنم خطی بود قطع شد، ولی شما عزیزان اگر خواستید از همین الان من گفتم که خدمت شما عزیزان هستیم، میتوانید تلفن کنید سوال های خود را بپرسید. خدمت شما عرض کنم اگر بحثی است وارد بحث می شویم، کوتاه مختصر مفید که بتوانیم از وجود خیلی از خدمت شما عرض کنم که عزیزانی که پشت خط می آیند و سوالی دارن یا نظری دارن بتوانیم بشنویم. خیلی مهم است که این آگاهی در کشور غرب در جایی که ما زندگی می کنیم به دست ما برسه انشاءالله. تلویزیون ایمان در خدمت شما عزیزان هستیم در برنامه قرآن کریم و کتاب مقدس مسیحیان. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. و سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان محترم تلویزیون ایمان. السلام علیکم و رحمت الله. خوشحالم از اینکه یک بار دیگر برنامه شما هست و چیزهایی که واقعا بعضی از مسلمانان نمیدونن شما مطرح میکنین و همه هوشیار میشن. من امروز طرف صحبتم با مسلمانانی هست که مسیحی شدن. خب از اینکه دینشون عوض کردن اوکی، خب هر کسی میتونه دینش انتخاب کنه، اشتباه بزرگی کردن اینا، ولی صحبت من برای این طرف که وقتی دینشون عوض میکنن به دین اسلام و کتاب مقدس ما، کتاب الهی ما، اینا توهین میکنن. بدون اینکه این کتاب بخونن و دین اسلام یک دین مبینه و بدون اینکه مطالعه داشته باشن
شروع میکنن توهین کردن و به همه مردم خورده میگیرن و واقعا این خیلی چیز بدیه و آیه‌های قرآن برای مردم به دروغ تفسیر میکنن، همه عوضی میکنن و خیلی عجیبه که وقتی من میشنوم تو تلویزیون و این توی چرچ ها این نامه هایی که میفرستن تعجب میکنم که واقعا اینایی که رفتن مسیحی شدن مسلمان بودن ولی واقعا چیزی نمیدونن و این مسلمانان باید هوشیار باشن که اینها فقط میخوان جیبای اینا رو خالی کنن و با ایمان اینا بازی میکنن. تمام آیه های قرآن گفتیم عوضی ترجمه میکنن و مردم گمراه میکنن. حالا اینکه ما حضرت در زمانی که ما در حضرت عیسی رو خیلی دوست داریم و کتاب اونها 100% رد نمیکنیم، خداوند در قرآن میفرماید که قرآن تصدیق کننده و کامل کننده کتاب پیشینی است. چون کتاب مقدس تحریف شد، خداوند یک دین دیگری به نام دین اسلام فرستاد و پیامبر دیگری به نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد و کتابی به نام کتاب قرآن فرستاد که تصدیق کننده و کامل کننده کتابان پیشینیان است. پس هر کس بخواد کتاب مقدس، اون کتابی که اصلا تحریف نشده بخونه، باید حتما قرآن بخونه تا تمام مطالب اصلی کلام خدا در اون جمع بشه. من امروز دو تا خبر خوش برای این مسیحی‌های فارسی زبان دارم. اول اینکه اگه شما نگران هستین که انجیل اصلی که به خداوند به حضرت عیسی داده بود و به زبان حضرت عیسی در دسترس نیست و 100% از بین رفته، اول همونطور که شما گفتین اولین انجیلی که الان موجود هست زبان یونانیه که حضرت عیسی اصلا زبان یونانی نمیدونه و اون کتاب انجیل اصلی 100% از بین رفته، اگه شما فکر میکنون دست دسترس نیست، پس باید حتما حالا ما این قرآن باید بخونیم که تمام مطالب اونجا هست و هیچ گونه تحریفی نشده، از این نظر که تمام قوانین الهی در همه کتاب‌های اصلی خدا که خداوند فرستاده یکسان است و خداوند هیچ وقت کلامش عوض نمی‌کنه. پس تمام مطالب شریعتی که در انجیل اصلی بوده و الان از بین رفته در قرآن هست و شما بهتره که قرآن بخونید. دوم اینکه اگه شما فکر می‌کنید که حضرت عیسی به صلیب کشیده شده، برنج فراوان کشیده و کشته شده، قرآن می‌فرماید که اون اصلاً به صلیب کشیده نشده و کشته هم نشده و زنده پلوی خدا هست. چون وقتی دشمنان اون رو دنبال کردن، خداوند اون رو پلوی خودش بود و در دستهای پرقدرت خداوند الهی جا گرفت، چون خداوند خیلی اون رو دوست داشت. پس دو تا گود نیوز من دارم. اول اینکه اون انجیل اصلی که شما گم کردین و اون توراتی که همش تحریف شده و در دستش نیست، اگر شما دنبال اون هستین باید حتما قرآن بخونین، چون مطالبی که خداوند به بشر میگه، شریعتی که میگه، هرچی که میگه همیشه یکسانه و یک جوره، چون قرآن 100% کلام خداوند است و هیچ گونه تحریفی درش نشده و از اینجه قرآن بکنه. و دومی که حضرت عیسی علیه السلام زنده است و پهلوی خدا جا دارد. پس خدایی هست که حضرت عیسی را نجات داده. مسلمانان باید هوشیار باشن و اطلاعات کافی از قرآن و دینشون داشته باشن، چنانچه خداوند در قرآن میفرماید برای آیه 120: یهودی و نصاری از تو راضی نمیشوند مگر آنکه از کیش آنها پیروی کنی. ببین قرآن چجوری هوشیار میده، میفرماید یهودی و نصاری از تو راضی نمیشوند مگر آنکه از کیش آنها پیروی کنی. آیه بعد آل عمران، آیه سوره آل عمران آیه 10: اگر طایفی از اهل کتاب را اطاعت کنید، شما را بعد از آن که ایمان آوردید از دینتون برمیگرداند و کافر میکند. مسلمانان باید هوشیار باشند و مواظب باشند، بدون اطلاع، بدون اینکه قرآن نخوندن وارد چرچ نشن. اگر برای فقط یه مقدار کنجکاوی و برای اطلاعات کافی یه وقتی میخوان برن چرچ که باز هم نباید برن، باید حتما اطلاعات کافی داشته باشن از قرآن، قرآن بخونن و بدونن. باز هم خیلی من ممنون میشم از برنامه‌های بسیار خوب شما. جالب بود که شما سوره مبارکه بقره آیه 120 گفتید که یهود و نصارا، و ادامهش خیلی جالبه، خداوند میگه اگر به شیوه اینها رفتی عمل کردی، از من هیچ امیدی نداشته باش.
حتی به رسول الله میگه دنباله همین 120 بقره که شما فرمودید، میگه وقتی به مسلک اینا رفتی دیگه از من امیدی نداشته باش. یعنی خب اینو وقتی همونجور که شما میگین به صراحت خود قرآن کریم داره اینو میگه و میدونیم که بارها اینا ما بحث کردیم. متاسفانه هستن کسانی که به اشتباه میان میگویند که خدمت شما عرض کنم اهل کتاب شامل مسلمان هم هست، اینو ما قبلا بحث کردیم. ولی خیلی جالبه که خود خداوند اهل کتاب رو جدا میکنه، میگه به اهل کتاب بگو، به رسول میگه. وقتی داره به اهل کتاب میگه، خب اگه اونجوری بود میگه به مسلمان هم بگو. پس ما میبینیم که چیزایی که در قرآن ماده همونجور که شما فرمودین صلاحیت داره، کتاب صلاحیت داره. ولی کتاب، چون وقتی شما یک چیز رو میخواین سندیت بهش بدین، باید این سندیت از یک جای حاصل شده باشه. ولی متاسفانه همونجوری که شما گفتین کتابای مقدس سندیتی نداره. اولیش همونجور که شما اشاره کردین این کتاب به زبان یونانی بوده و اینم به خاطر پادشاهان اون دوره بوده، برای اینکه حضرت عیسی علیه السلام همونجور که شما میگفتید و بندم بارها عرض کردم، هیچ وقت حضرت عیسی به زبان یونانی تکلم نمیکرد. حضرت عیسی در یونان نبود. این خودش بزرگترین ضد نقیضی است که این کتابو از دارای صلاحیت کلام خدایی دور میکنه. در هر صورت من از صحبت های شما هر دفعه که تلفن میکنید تشکر میکنم، خیلی متشکر هستم که برنامه رو میبینید و خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم. تشکر از شما. اگر چون امپراتوری روم اون موقع خیلی قدرت داشت، قوانین جنگل در اون موقع حکم فرما بود، استرانگست دی کن هره، هر کسی که قوی تر بود میتونست داشته باشونه. برای همین اینا این انجیل اصلی را از بین بردن، قوی بودن دیگه اونا و اونه به زبان خود چون هر مطالعه میکنه دلشون میخواست توش گذاشتن. و در هر صورت خیلی ممنون. اگر سوالی ندارید ما خیلی خوشحال شدیم. بله، تشکر از شما. خدا نگهدار شما. بسیار بسیار نکات. ببینید دیگه این یک چیز علنی که من واقعا تعجب میکنم، همینجور که ایشون گفتن یه عده میان مسلمان بودن و میان خدمت شما. البته خب اینا مسلمانی نیستن که بشه روشون حساب کرد. همونجور که ما می‌دونیم در قرآن کریم هم خداوند متعال میگه اعراب در آن زمان اسلام آوردن ولی ایمان نیاوردن. این خیلی مهمه. کسی که واقعا مسلمان باشه، به اسم مسلمان روی خودش بگذاره، بخواد جزو مؤمنین باشه، چطور میاد با این شامبورتی بازی ها این دین مبین رو ترک میکنین و میای میرید اونجا میشید به قول خودتون مفسر کتابهای مقدس؟ بعد سواد ندارید. این خیلی جالبه. وقتی شما این سواد رو ندارید، وقتی کتاب رو نمیتونید خودتون بخونید. الان من مثلا نمونه دو تا شبهه ایجاد میکنم اینجا، میگم آقا ضد و نقیضی که در مرقس و لوقا هست راجع به اون دو تا دزدی که با حضرت عیسی علیه السلام به گفته این کتاب به صلیب کشیده شده. خب این یک ضد و نقیض خیلی بزرگی است. چطور یه جا در یه انجیل این دوتا دوست هر دوتا دارن به حضرت عیسی ناسزا میگن، ولی در یه جا یکیش طرفدار حضرت عیسی است. بعد اون که طرفدار حضرت عیسی است، حضرت عیسی میگه امروز در بهشت با من هستی. بعد ما میبینیم که در انجیل متی حضرت عیسی از به شاگردانش این درخواست از اون میکنه، میگه کار من نیست کسی رو به بهشت ببرم، اون فقط امر خداست، خدا میداند که جای کی در کجاست. خب اینا زدون، اینا چطوری شما جواب میدید؟ خواهر و برادر عزیز من که اومدید و هللویا هللویا میگویید و نشستید و ذهن مردم را دارید گمراه میکنید، خب اینا رو جواب بدید. اگر جوابی دارید منتظریم بشنویم، واقعا ما منتظریم بشنویم چه جوابی راجع به این دارید. ولی کجای قرآن شما چنین ضد نقیض را میبینید؟ کجای قرآن میبینید که حضرت عیسی علیه السلام پیامبر خداست و معجزات آنچنانی انجام میداد و جای دیگری حضرت عیسی علیه السلام نعوذ بالله شام به قول معروف خار شمرده شده است یا چیزهایی رو به اون افترا دادن؟ چنین چیزا کجاست؟ شما اگر در قرآن میبینید برای ما بگید. همچنین در حضرت راجب حضرت موسی علیه السلام، همچنین راجب حضرت ابراهیم علیه السلام یا مسائل دیگری که راجب تمام پیامبران است. پس ما میبینیم که کتاب باید صلاحیت کتابی داشته باشد. این اگر گفته خداست، خب کتاب مردم مینویسن، چاپ هم میکنن، به درس مردم هم میرسه. ولی آیا صلاحیت داره این؟ قرآن نوشته شده به زبان فارسی، به زبان فارسی، عربی در آن دخالت ندارد. یعنی کسی که اومده این قرآن نوشته فارسی و خودشون هم قرآنیون مینامند، چون از
آیات قرآن در آن کتاب استفاده نکردن، این صلاحیت نداره. اینو هر نوع مسلمانی در هر مذهبی تایید میکنه که قرآنی که اگر شما تفسیر میکنید، ترجمه میکنید، باید این آیات عربی در آن کتاب باشه که شما در مقابلش، در زیرش، در پهلویش، در بالایش، هر جا دلتون میخواد اینو ترجمه و تفسیر کنید. ولی اگر نبود این قرآن صلاحیت ندارد. اینو همه میدونن. یعنی این کتاب قرآنی که ما داریم سند و مدرک است، از طرف خداست، تمام مسلمانان میپذیرند. از طرف خداست، دست نخورده، تمام مسلمانان میپذیرند. و همین کتابی است که 1400 و اندی سال پیش به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آمده وحی شده. و این همان کتابی است، همان قرآنی است که در زمان ایشان بوده، هنوزم که ما هستیم همان قرآنی است که در دست ماست. ولی چه بلایی سر کتاب‌های مقدس آمد، اینو خود شما عزیزان میدانید. میدانید که در بعضی از کتاب‌های هنوزم هست که حتی اگر چاپ این کتاب 200 سال پیش باشد، 150 سال پیش باشد، ورس و چپدری در آن بوده که الان در اینها نیست، در اینهایی که در دست ماست، یا در اینها چیزی هست که در آنها نیست. خب این چطور می شود که خدا ناگهان، همونجور که ایشون هم گفتن، باز نظرش رو عوض کرد؟ خود تورات چند بار میگه خدا نظرش رو عوض نمیکنه، خدا انسان نیست که نظرش رو، خدا انسان نیست که دروغ بگوید. ناگهان آمد این کتاب معجزه بار باز شد و دو تا چپتر به آن اضافه شد، یا دو تا چپتر از آن برداشته شد. آخه فکر کنید، خداوند به شما عقل و شعور داده، خواهر پولوسی من، برادر پولوسی من، که فکر و تعقل کنید. اگر میخوای چیزی رو هم به اثبات برسانید باید از روی دلیل و مدرک باشد. این کتاب شماست، شما هیچ کاری نمیتوانید بکنید راجع به این کتاب مگر اینکه توضیح دهید. اگر شما نمیتوانید، شما که میدونید که چیزهای بسیار معروفی دارید، خادمینی دارید در کلیسا، پس چرا اینها نمیان جواب نمیدهند؟ خب این همه که تلفن میکنید، خطوط هم که اینجا باز هست و به قول معروف چارج هم که شما رو نمی کنیم، تلفنی که می کنید برای این است که چرا نمی گویید این صحبتهایی که در این کتاب آمده علتش چیست؟ شاید ما واقعا متوجه نیستیم، شما توضیح بدهید. ولی ضد نقیض این که دو دزد به طور مثال با حضرت عیسی علیه السلام به صلیب کشیده شده اند در مرقس یا مارک، هر دو به حضرت عیسی علیه السلام ناسزا میگفتند، دشنام میگفتند، ناگهان میاد در انجیل بعدی لوقا یا لوک یکی از اینها طرفدار حضرت عیسی. آخه کدام را میشود باور کرد؟ کدام را ما باید باور کنیم؟ شما اگر مسیحی هستید، خب الان شما ممکنه بگید این زیاد مسئله مهمی نیست. اگر مسئله مهمی نیست چرا در اناجیل اومده؟ و اگر در مسئله مهمی هست چرا با هم ضد و نقیض است؟ اگر این کلام خداست که نباید با هم ضد و نقیض داشته باشد. خود تورات بارها برای شما خوندیم، ما در تثنیه خدا انسان نیست که نظرش را عوض کند، خدا انسان نیست که دروغ بگوید. در تورات خدا نمیخوابد، خدا میمیراند و زنده میکند، همچنان که در قرآن کریم آمده است. خب اگه این مسائل برای چیست؟ اینها باید یک جوری جواب داده بشه. یا چطور همونجور که ما بارها گفتیم، شما ادعا میکنید، الان من برای شما گفتم که در مرقس حضرت عیسی رو وقتی داشتن محاکمه میکردن در این انجیل مارک یا مرقس، هیچ گونه نتونستن برای اون جرمی پیدا کنن، هیچ گونه، و نمیدونستن باید چیکار کنن. خب این خیلی مسئله مهمیه. شما که ادعا میکنید بله حضرت عیسی گفته من خدا هستم، کجا حضرت عیسی چنین ادعایی رو کرد؟ جالب است که چون حضرت عیسی علیه السلام صحبت میشه، حدیثی از احمد گفتن که حدیث اسلامی که خدمت شما عرض کنم که یک روز حواریون حضرت عیسی آمدن پیش حضرت عیسی علیه السلام و به او گفتن که تو چطور
روی آب را میروی؟ این به چه گونه چیکار میکنی؟ بعد حضرت عیسی برگشت گفتش که خب این کاری ندارد، شما میتونید. نه ما واقعا نمیتونیم. حضرت عیسی به حواریون گفت برید سه چیز رو برای من بیارید، به گفته این حدیث روایت که گفت طلا، سنگ و گل. رفتن حواریون یه مقدار طلا آوردن، یه مقدار سنگ آوردن و یه مقدار ماد یا گل آوردن. حضرت عیسی گفت چه میبینید برای من تعریف کنید؟ حواریون گفتن که خب این طلا است و این هم سنگ است و این هم ماد. خب نظرتون چیه راجع به این سه؟ و حواریون گفتن خب البته سنگ از ماد بهتر است، از گل، و طلا البته از سنگ بهتر است. حضرت عیسی در جواب حواریون گفتش که در نظر من تمام این سه یکی است. در نظر من دیدی که دارم میبینم همه این سه تا در مقابل من یک چیز هستن. و اگر شما هم چنین چیزی براتون میومد، شما هم مانند من میتوانستید روی آب را بروید. یعنی واقعا حضرت عیسی داره چی رو میگه؟ که این دنیا هست و معاد هست و بعد از معاد. این سه خیلی مهم است. بقیه چیزهایی که در دنیا وجود داره، دنیا در حالی که برای تبلیغ باشه، برای خدمت شما عرض کنم که دفاع از دین حق باشه، و کار حضرت عیسی علیه السلام هم همین بود. حضرت عیسی علیه السلام بشارت میداد، بشارت به چیزهایی رو که در زمان حضرت موسی بود و در آن زمانی که حضرت عیسی علیه السلام اومدن، مردم حلال خدا را حرام میکردن، حرام و حلال، اونایی که نمیدانستن حضرت عیسی، و همچنین بشارت آمدن رحمت للعالمین رو داد که تا ابد با شما خواهد بود. و این بشارت بعد میگه معاد مهم، چه کار در چه روزی بلند خواهی شد و جوابگو خواهی بود. این برای حضرت عیسی علیه السلام ما مسئله مهمی بود. بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این برای حضرت عیسی علیه السلام مسئله مهمی بود. و الا طلا و سنگ و گل چقدر زیبا در این حدیث آمده که از حدیث احمد هم میگه که برای من اینا همه یکی هستند. اگر برای شما هم یکی بودند، شما هم مانند من روی آب را میرفتید. یعنی دارید درجه ایمان رو میگه حضرت عیسی علیه السلام، درجه ایمان. چون ما میدونیم کسانی که ایمان صحیح دارن، ایمان درست و قوی دارن، بسیار کارهای رو انجام میدن به اذن خدا. خود حتی باز در یکی از این اناجیل هست، خود حضرت عیسی برمیگرده به حواریون، به امتش میگه که شما اگر ایمان داشته باشید، این کارهایی رو که من کردم از این بهترش انجام میدید، از این بهترش رو انجام میدید. یعنی حضرت عیسی علیه السلام چیکار کرد؟ مرده زنده کرد، کور رو شفا داد، جزامی رو شفا داد به اذن خدا. میگه شما حتی اگر ایمان داشته باشید، بهتر از اینش رو میتونید انجام بدید. یعنی ایمان باید داشته باشید. و باز خودش در همین متا یا متیو حضرت عیسی علیه السلام میگه کسانی که به نام من روح پلید از مردم بیرون میکنید. و خدمت شما عرض کنم که شروع میکنید این شامبرتی بازی ها رو و مرده زنده میکنید و نمیدونم روح خارج میکنید و شفا میدهید، وقتی در بیایید و در روز معاد در مقابل من وایسید در قیامت، من میگم از من دور شوید ای گمراهان که من شما را نمیشناسم. خب اینه داره به همه کیا میگه؟ به همین افرادی که ما میبینیم کتای جادویی دستشون هست، کسانی که میان روح پلید رو به قول خودشون از مردم خارج میکنن. خب اینا حضرت عیسی خوب میدونست. چرا حضرت عیسی اینا رو میدونست؟ برای اینکه ایمان داشت به خدا، برای اینکه منتخب بود از طرف خداوند متعال، برای اینکه تمام زندگی حضرت عیسی علیه السلام وقف این کار بود. حضرت عیسی جوانی بود که به نبوت رسید و مدت نبوت حضرت عیسی علیه السلام هم بسیار کوتاه بود، ولی به گفته تاریخ هیچی نداشت حضرت عیسی علیه السلام، هیچ چیزی نداشت، نه مال دنیایی، به قول معروف میگن حتی یک ظرف کوچکی برای آب و نان داشت دستش، که اونم یک روزی به گفتهی به فقیری داد، با دستش آب مینوشید. خب این نمونه چیز. آیا الان اونایی که برای حضرت عیسی سنگ به سینه میزنن، این کشیشان همین گونه هستن؟
همین گونه هستند یا هر روز به کشتی های خود، به هواپیماهای خود، به کاخهای خود میافزایند و آنقدر هم دورشان بادیگارد وجود داره که خدا میداند و دعوت هم میشوند در این سالون های بزرگ، همونجور که گفتم، به کشورهایی میبرن اینها رو، یک مش مردم بدبخت گرسنه را اونجا جمع میکنن با این شامبورتی بازی، با این فیلم برداری، با این داستان هایی که میسازند، اونجا شروع میکنن انسان های فلج رو میارن بالای صحنه که قبلا باهاشون صحبت شده. خدمت شما عرض کنم که کوری رو میارن، یا کو، ما که تا به حال ندیدیم که کسی شفا پیدا کنه از اعمال این جناب، این آقایون کشیشا را روی صحنه. اینا همش شامبورتی بازیه، اینا همش داستانه. پس اینها نشان میدهد که ایمان نیست، خواهر و برادر عزیز من. شامبورتی بازی، ساحری، جادوگری، اینها ما میبینیم هیچ وقت انسان را به هیچ جا نخواهد رساند. تنها قدرتی که در انسان میتوانه ببره به جاهایی که انسانیت در او باشه و این خلیفه بودن انسان در روی زمین باشه، تقوای اوست، ایمان اوست. این ایمان و تقواست که انسان را به درجه ای خواهد برد که خلیفه میشه، این خلیفه در روی زمین از طرف خداوند متعال. این قدرت انسانی است. ولی آیا همه همینند؟ آیا همه بر این هستند که شکم خود را پر کنند تا مردم را به راه درست بیاورند؟ در 139 سوره مبارکه بقره خداوند میگه به اهل کتاب بگو، خداوند میگه به اهل کتاب بگو که شما را با ما در موضوع خدا چه جای بحث و جدل است. همینی که ما داریم الان با شما میگیم. 139 بقره خداوند متعال به حضرت رسول میفرماید به اهل کتاب بگو که شما را با ما در موضوع خدا چه جای بحث و جدل است، در صورتی که او پروردگار ما و شماست. خداوند متعال پروردگار ما و شماست و ما مسئول کار خود و شما مسئول کردار خیش هستید. خواهش میکنم از اونایی که میان دوباره عیسی بدون خود، موسی بدون خود نکنید. این منظور در این نیست. در این آیه شما مسئول کار خود و ما مسئول کار کردار خیش هستیم، ولی بقیهش رو ببینید. چیزهایی که هست یا چیزی که هست، ما ایم تنها ملتی، این خداوند متعال، ما ایم تنها ملتی که خدا را به یگانگی شناخته و او را از روی خلوص پرستش میکنیم. یک آیه بسیار محکم و زیبای دیگری از قرآن کریم که بگو به اهل کتاب ای پیغمبر که شما را با ما در موضوع خدا چه جای بحث و جدلی است، در صورتی که او پروردگار ما و شماست و ما مسئول کار خود، شما مسئول کردار خیش هستید. چیزی که هست منتها، ولی اما ما ایم تنها ملتی که خدا را به یگانگی میشناسیم، به یگانگی، و او را از روی خلوص پرستش میکنیم. دیگه از این محکمتر و واضحتر چه چیز را باید گفت؟ خدا را به یگانگی میشناسیم، نه به سگانگی، نه به قول برادر ما چند وقت پیش زنگ زدن، خدا مانند آب است، منجمد است، بخار است، روان است. اینها همه یکی است. کجا در کدام یکی از این کتاب‌های مقدس شما خدا را به آب مثال زده که شما می‌زنید؟ برادر عزیز من، مگر ما می‌توانیم به غیر از قرآن وجود خدا را ثابت کنیم؟ از خود تبصره بگذاریم؟ میگه هیچ چیزی شبیه خدا و خدا شبیه چیزی نیست. این قرآن است. منج آب است، روان است، منجمد است. خدا از یکی است، سه شخصیت دارد. خدا پدر است، پسر است و روح القدس است. ما می‌بینیم که قرآن کریم میگوید اگر شما غیر از خدا خدای دیگر را بیاورید،
در تحتیش آنها تمام در امور آسمان ها و زمین اختلاف پیدا می شود. هر خدایی با طرفدارانش به یک طرفی خواهند رفت. خدا را نمی شوند تقسیم کرد برادر خواهر از من. این تبصره ها و این نمی دونم داستان هایی که از خود می سازید که خدا یکی سه شخصیت. بعد می پرسیم آقا این ما بارها گفتیم. بعد اینم جوابگو نیست. که اگر خدا یکی سه شخصیت، آیا این سه شخصیت همه دارای یک قدرت هستند؟ چون اگر بگن نه این شد سه خدا، میگویند بله همه یک قدرت دارن، همه مساوی هستن، هیچ کسی برتر از اون نیست، این سه خدایی که اینا میگویند نعوذ بالله. پس ما میبینیم چرا یک خدا از خدای دیگر کمک میخواهد، چرا قدرت خدای دیگری از خدای دیگر بالاتر است، چرا به گفته این کتاب آن خدای سوم نمیآید تا خدای دوم برود. آخه واقعا انسان اصلا گیج می شود. این مثال ها را آوردن، این داستان ها را گفتن، اینها بعدن باید جواب دادن. قرآن سوالی است، هر کی هر کس دارد جوابش هم به شما می دهد. خود قرآن جواب می دهد، اونهایی که قرآن شناسن جواب می دهند، اونهایی که حدیث شناس هستن جواب می دهند. خود خداوند متعال بسیاری از جوابهای سوالات شما را در قرآن داده است، فراوان. ولی چه سوالی شما نمیتوانید در این کتاب مقدس، به اصطلاح مقدس، مطرح کنید که جوابی داشته باشه؟ هر جا ما گیر میکنیم در این کتاب مقدس، اینجا او پسر است، جای دیگر به نفع است، اونجا او پدر است. خب این اگر مسئله داستانی است برادر عزیز من، خب هر کسی میتواند بیاد بشیند و این کتاب ها را بنویسد و به قول معروف هیچ جرم و مالیاتی هم برای کسی نیست. در جایی که میگوین آزادی سخن، آزادی بیان، آزادی نمیدونم هوا، آزادی whatever، خب پس این یک باید خدمت شما عرض کنم که ضوابط و روابطی در کار باشه. اگر ادعا میکنیم که در کشوری هستیم که کشور مذهبی است و خدمت شما عرض کنم که دین خدا را میپذیرد، این دین خدا را بازگو کردن سوال و جواب دارد. خواهر و برادر من، باید دید که راجع به چه صحبت میکنیم. اگر میخواهید ثبوت کنید خدا را، اگر میخواهید به طریق کتاب این کار را بکنید، به نظر من، نه تنها به نظر من، به نظر تمام بسیاری از مسلمانان جهان، بسیاری از علما، حتی مسیحی شناسان، یهودی شناسان، این کتاب صلاحیت آن را ندارد که شما بتوانید از روی این کتاب خدا را ثابت کنید. ندارد. خواهر و برادر عزیز من، ما نمیخوایم توهینی بکنیم، گفتم چیزهایی هستند که در این کتاب ها هنوز با قرآن مطابقت میکنه، ولی اکثر اینها ضد و نقیض است، اکثر اینها تحریف شده است، اکثر اینها میک سنس نمی کند. خداوند عقل و شعور و حکمت به ما داد. رسیدیم به وقت نماز ظهر، انشالله چند دقیقه ای رو وقفه خواهیم گرفت، بعد که برگشتیم منتظر شما عزیزانم خواهیم بود تا چند دقیقه دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.